با سلام و درود خدمت هممیهنانم، زنان و مردان ایران زمین، دختران و پسران کوشنده به جان، کارگران و معلمان اعتصابی و اعتراض کننده، بازنشستگان و بیکاران دلاوری که امروز به جلوی وزارت کار رفتن و همه کارگران، معلمان و مزدبگیرانی که در سراسر میهن با تمام فشارهایی که حکومت پلید و ضد بشری بر علیه انسانیت و مروت و خوبی و فرهنگ انسانی می آورد خودشون رو دارن آماده می کنن برای تظاهرات فوق‌العاده روز دهم اسفند که در روز دربی بین تاج و پرسپولیس، حالا استقلال و پرسپولیس میگن، یه سری شعار حسابی بدن و حال این حکومت رو جا بیارن در روز دهم اسفند برای مسابقه دربی. بعدش هم که میریم به استقبال 14 اسفند، بزرگداشت یاد مصدق گرامی و تظاهرات سراسری در تهران و همه شهرستان‌های ایران که به درخواست یاران جنبش همبستگی، عیاران معیشت، جبهه دموکراتیک ایران، جبهه ملی ایران، یاران هوادار شاپور بختیار و گروه‌های دیگری که تحت عنوان رفراندوم و جریانات دیگر به میدان‌های کارزار خیابانی و اعتراضی دارن میان و با اعلامیه و بیانیه خوبی که در حمایت از راهپیمایی‌های 14 اسفند که از جبهه ملی و بقیه گروه‌های سیاسی شروع شده، همه این گروه‌ها اعلام همبستگی کردند و امیدواریم که حزب ها، سازمان ها، سندیکاها، شوراها و همه نهادهای کارگری و معلمان و مزدبگیران تا قبل از 14 اسفند اعلام حمایت خودشون رو برای این تظاهرات سراسری و بزرگ ایرانیان که نه بزرگی به حکومت در خیابان ها خواهیم گفت در روز 14 اسفند، همچنین بعد از اونم که روز 17 اسفند یا 8 مارس روز جهانی زنان رو خواهیم داشت. پس 3 روز شد فعلا، یعنی از 10 اسفند شروع میکنیم، 14 اسفند تظاهرات داریم، 17 اسفند هم میتینگ و هم تظاهرات برای زنان دلاور و شجاع به یاد روز جهانی زن. 8 مارس روزی است که کلارا زتکین و دیگر زنان آزادی خواه از طبقه کارگر و از طبقه روشنفکر و از بین تمام زحمتکشانی که در اروپا و آمریکا اون زمان بودن و همشون در اتحادیه‌های کارگری و احزاب کارگری بر علیه استثمار و استثماری که امروز در ایران هم وجود دارد مبارزه می‌کردن، شیر زنان ما امروز، این دختران و زنان شجاع ما که این روسری توسری حکومت رو برداشتن و بعد چوب کردن و تبدیل کردن به درفش آزادی، تبدیل شدن به ژاندارک‌های ایران زمین تا این حکومت اشغالگر، قارتگر، فاسد و آدمکش و شکنجه‌گر رو که دیدیم همین جدیدن با دراویش ما، با درویش‌های ما چه کردن، با زنان حامله چه کردن، شمشیر بر روی مردم کشیدن و یک روزی ما باید پاسخ همینا رو بدیم. من از دراویش، از بهائیان، از مسیحیان، از تازه مسیحی شده ها، از یهودی ها، از کارگرها، معلم ها، جوانان، دانشجویان شجاعی که در دانشگاه ها این چند ماه واقعا جنبش اعتراضی دانشجویی رو فریادش رو جهانی کردن، در خوابگاه ها، در سالن های سخنرانی، در محوطه غذاخوری ها که گرفتن ظرف های غذا رو چیدن رو زمین صف به صف و آبرو از مقامات حکومتی در این دانشگاه های دزد و غارتگر و پول بگیر از جوان های مردم، از همه اینا دعوت میکنم که برای 14 اسفند همراه بشن با تمام این احزاب و سندیکاها و آزادی خواها و همه کسایی که میخواهند جمهوری اسلامی نباشد. ما میتونیم در 14 اسفند با این دعوت های خوبی که شده همه همراهی بکنیم و روز 14 اسفند رو به یک روز تاریخی برای سرنگونی حکومت تبدیل کنیم. هر کدوم از این روزها یک شروع افتخارآمیز میتونه باشه، چرا که بیانیه‌ها خوشبختانه نه فقط از سوی ما که در به اصطلاح تلویزیون‌ها و رسانه‌ها داریم تلاش می‌کنیم،
از سوی سایت های تلگرامی، از سوی خود مبارزین داخل کشور که دوستان و یاران ما هستن صادر شده و امیدواریم که این صدا گسترده تر بشه و حزب‌ها، گروه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای بیشتری از بین کارگران، معلمان، زحمتکشان، روشنفکران، دانشجویان و هواداران و به اصطلاح تشکیلاتچی‌های همه احزاب داخلی کشور هم به این 14 اسفند قوقایی بپیوندن و ببینیم که در روز 14 اسفند رفراندوم فقط این نیست که در اینترنت باشد، رفراندومی ها هم به خیابان ها، به میدان های اعتراض و دادخواهی می آیند و همراه کارگرها، معلم ها، زنان، دختران شجاع و همه مردم ایران، هم از کرد و لور و ترک و بلوچ و عرب و عجم و چون بیدین و بادین و کمونیست و چون سلطنت طلب و هر چی که مخالف این حکومت و خواهان استقرار یک نظام دموکراتیک و انسانگرا هستند در بیاریم. در روزهای بعد از این روزها و از این دعوتها بسیار خواهیم داشت تا که عادت بکنیم در کنار همدیگه بیستیم و بر تفرق افکنی حکومت ضد بشری غلبه بکنیم. پس به تقویممون اضافه میکنیم 10 اسفند در مسابقه دربی تاج و پرسپولیس حتما فریادهای اعتراض و مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه ای و مرگ بر جمهوری اسلامی و نبودن این حکومت ضد بشر رو آرزو خواهیم کرد. هم در 14 اسفند در تظاهرات به یاد و بزرگداشت دکتر محمد مصدق شرکت کنیم با هر حزب و اندیشه و گروه، هر طبقه اجتماعی هستیم، و همچنین میتونیم 17 اسفند روز 8 مارس روز جهانی زنان رو هم در کنار هم قرار بگیریم و این روزها هست که پیوند ما رو با زنان ایران، حمایت از این زنان شجاعی که زیر بار حجاب اجباری و این همه دیکتاتوری که بر علیه زنان و دختران ایران شد نرفتن اعلام کنیم. همبستگی ما مردهاست که زنها رو در رسوندن به حقشون یاری میکنه. اگرچه زنها روی پست برق ظاهرن نمیتونن برن با این هشتی که بالا جوش دادن، اما روی شانه های همسرانشون، برادرانشون، دوست پسرهای فهمیده و روشنفکرشون میتونن بیستن و روسری هاشون رو تکان بدن. بر شانه های ما مردان، مردان دادگر، مردان برابری طلب، مردان آزادی خواه، زنان دادگر و آزادی خواه میتوانن که پرچم دادخواهی و آزادی خواهی خودشون رو برافرازن. هیچ جامعه نمیتونه احساس آزادی و خوشبختی بکنه اگر که زن و مردش برابر حقوق نشن، اگر که زن و مردش در میدانها شانه به شانه و برابرانه حرکت نکنن. در ایران که تازه زنها جلوتر هم هستن، هزینه بیشتر هم میدن، مبارزه هم میکنن و ما مردها باید که پشت سر اونها حرکت کنیم، پشتیبانیشون کنیم، یاریشون کنیم تا به مبارزه خودشون و به باور پیروزی خودشون با ایمان بیشتری بپردازن. 8 مارس یا 17 اسفند هم روز بعدی مبارزه سراسری ما ایرانیان میتواند که باشد اگر که بخواهیم. علاوه بر این 3 روز در اسفند میرسیم به چهارشنبه سوری عزیز. چهارشنبه سوری که اسمش هم میاریم، کلمه چهارشنبه سوری هم میاریم، پشت این آخوندها میلرزه، پشت این حزب اللهی‌ها میلرزه. میگی چهارشنبه سوری میخوان برن تو سولاخ موش، میگی چهارشنبه سوری میخوان فرار کنن، میلرزن، میترسن. چرا از چهارشنبه سوری میترسه حکومت جمهوری اسلامی؟ این خامنه ای چرا از چهارشنبه سوری وحشت داره؟ چون چهارشنبه سوری روز شادیه، روزی که ما غم‌های خودمون رو در آتش میسوزانیم و با سرخی آتش به زندگیمون ادامه میدیم، زردی‌های حکومت ولایت‌فقیه رو میسوزونیم و با سرخی خون دادخواهان، آزادی خواهان، کشته شدگانمون، به زندان رفته هایمان به میدان می آییم. برای همین است که چهارشنبه سوری ترسناکه برای این آقایون، چون روز رقص، روز شادیه، روی از آتش پریدن، موسیقی داشتن، سرود خوندن، قاشق زنی کردن، آجیل مشکل گشا داشتن، درد دل کردن و فریاد کردن و دادخواهی کردن است. همیشه چهارشنبه سوری ها روزایی بوده که حکومت رو خیلی به درد سر
و به هزینه انداخته. امید که این چهارشنبه سوری چهارشنبه سوری باشه که برای سقوط حکومت یه ضربه محکم دیگه بزنه، مثل سه ضربه‌ای که در دهه اسفند، 14 اسفند، 17 اسفند خواهیم زد و هفته بعدش در چهارشنبه سوری هفته آخر اسفند ما کار بزرگتر رو خواهیم کرد. پس ما چهار روز قوقایی داریم بجز حالا اعتصابات و اعتراضات کارگری که کماکان ادامه داره، حضور طوفانی مالباختگان که کماکان ادامه داره، فریادهای بازنشستگان و جوانان بیکار و تمام کسانی که دادی دارند جلوی وزارت کار، جلوی مجلس، جلوی فرمانداری ها قوقا دارن میکنن. به هر حال این مقدمه است بر پیروزی انقلاب ملی ایران، پیروزی مردم ایران در برابر این حکومت ضد ملی اشغالگر و به قول خودشون عرب تبارش هم میخوان بکنن، ولی ما میگیم اسلام تبار، تا از شر هر حکومت دینی اسلامی و یا ایدئولوژیکی خودمون رو نجات بدیم و یه قانون اساسی انسانگرا، یه قانون اساسی که همه انسانها رو برابر بدونه، حق و حقوق برابر برای همه بخواد و دینی و مذهبی و خرافاتی نباشد، ایدئولوژیک نباشد، بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر که حقوق همه انسانها رو رعایت کنیم، برابری حقوقی زن و مرد، دختر و پسر در همه شهرستانها، در همه استانها، در کردستان و لرستان و آذربایجان و خوزستان و بلوچستان و سیستان و خراسان و ترکمن صحرا و گیلان و مازندران و اصفهان و کرمان و همه جا، بوشهر و بندرعباس. این وحدت ملی و این حرکت‌های اعتراضی در سراسر ایران هست که میتونه پرونده پلید این حکومت ضد بشر، ضد انسان و قاتل و سرکوبگر کارگران و زنان و کارمندان و معلمان ایران باشه، ضمن اینکه ارتشی‌های ما هم هر روز در پادگان‌هاشون آماده تر میشن برای اینکه به درفش کاویانی و به جنبش کارگران و کاوه آهنگر ایران زمین بپیوندن. خب یه خبرم حالا بعد از این مقدمه‌ای که به نوعی فراخوان‌ها رو ما گفتیم تا چهارشنبه سوری که پشت و بدنه حکومت رو بلرزانیم و در فرو ریختن این حکومت هر کدوم از این تظاهرات‌ها که هر چی بزرگتر باشه نقش جدی‌تری داره و تعداد زیادتری از هواداران حکومت رو میتونه فراری بده و جذب جنبش انقلابی بکنه و انقلاب ملی مردم ایران رو پیروز بگردانه. حالا خبرهایی داریم از نقاط مختلف کشور که با کمک اتاق فرمان میریم رو سایت خبرگر، سایتی که به اصطلاح مرجع ماست که توسط جوانان و کارگران ایرانی اداره میشه و سعی میکنن 24 ساعته خبرهای مهم رو برای ما مردم ایران در هر جای دنیا که زندگی میکنیم منتشر کنن. سایت خبرگر هم به زبان فارسی است، هم پایینش یک نقطه رو در نظر گرفتم که زرد رنگ است و میتونه سایت رو به 50 60 80 زبان دنیا ترجمه کنه. در کنار اتاق فرمان ما میریم به سراغ قربانی شدن یک خانواده 4 نفره از عشایر عرب که در اثر انفجار مین در اطراف شهر شوش دانیال متاسفانه زخمی و کشته شدند. عکسی هم از این قربانی شدن خانواده 4 نفره عشایر عرب در سایت خبرگر هست که اگر اتاق فرمان لطف کنن اولین عکس ها رو با هم ببینیم. بله، این تأسف است که بیشتر از نزدیک به 30 سال این جنگ بیهوده‌ای که جمهوری اسلامی راه انداخت و خودش ادامه داد فقط برای اینکه نظام خودش رو تثبیت کنه و گروه های سیاسی رو بین ببره، هنوز مین منفجر بشه و اینجور خانواده های فقیر رو در مناطق کشاورزی، مناطق دامپروری و مناطق مرزی دچار کشتار و زخمی بکنه. به هر حال این قربانی شدن در نظام جمهوری اسلامی تا روزی که حکومت ولایت فقیه هست متاسفانه برای ما ادامه خواهد داشت. یک خبر هم داریم، خبر نسبتاً بین المللی است که این آقای آوایی که یکی از جنایتکاران دهه 60 بود و در همون خوزستان
ده ها و ده ها جوان دختر و پسر ایرانی رو حکم اعدامشون رو داد، حکم شکنجهشون رو داد، حکم شلاق زدنشون رو داد و این شخص آقای آوایی بعداً شد رئیس دادگاه حقوق شهروندی و اونجا هم سر مردم رو به تاق میزد. حالا این آقای آوایی اومده ژنو درباره حقوق بشر صحبت کنه. ژنو در کنفرانس نوبتی حقوق بشر سازمان ملل و جالب اینجاست که هم دولت آمریکا، هم ایرانیان مبارز خارج از کشور، هم تعدادی دیگر از نمایندگان کشورهایی که در ژنو هستند نسبت به اعتراض نماینده جمهوری اسلامی نسبت به حضور این آقای آوایی اعتراض کردند که چطور میشه جنایتکار و آدمکشی که در دهه 60 صدها پرونده کشتار و ترور و قتل و اعدام دارد به عنوان یک نماینده از قوه بی‌قضائیه یا ناقضائیه جمهوری اسلامی بیاد کجا ژنو که چیکار کنه؟ از حقوق بشر دفاع کنه. اینم از اون طنزهای خنده‌دار عالم هست. یعنی نمایندگانی از جمهوری اسلامی میروند به نهادهای بین‌المللی برای دهنکجی به ایرانیان، دهنکجی به خانواده‌های زندانیان کشته شده در زندان‌ها، دهنکجی به اونایی که ده‌ها سال در زندان‌های جمهوری اسلامی بودن مثل محمد نظری که عکسش رو اینجا کنار من می‌بینید و کسانی که در زندان‌ها کشته و اعدام شدن و یا کسانی که مثل رضای شهابی هنوز در زندان هستند. این مسخره است که کسی که خودش حکم اعدام و کشتار میده به عنوان نماینده ولایت فقیه میرود در ژنو و در کنفرانس های مربوط به حقوق بشر که خود این آدم ها ناقض اون حقوق شرکت میکنند. امید که تا سال دیگر کل این بساط برچیده شود و چنین صحنه های واقعا مشمئز کننده و زشت رو ما دیگه تو دنیا شاهدش نباشیم. در کشور سوریه یک جریان کردی که خودشون رو وابسته به ایران و کردهای ایران و جنبش قاضی محمد و حزب دموکرات قدیم کردستان ایران میدونستن که تحت عنوان حزب دموکراتیک کردستان و یک اتحاد دموکراتیک که حتی مردم ترک و دیگر بخش‌های ترکیه رو هم به خودش جذب بکنه به نام به اصطلاح حالا به نام یپگم مشهور شده یا حزبی که بسیار نزدیک است اندیشاش به اندیشه نیروهای مترقی ایرانی که رهبران اون رو اردوغان جمهوری اسلامی چی و نوچه و همدست و رشوه بگیر از جمهوری اسلامی به زندان انداخته. یکی از رهبران این حزب دموکراتیک کردستان سوریه آقای صالح مسلم بود که این سال مسلم از ترکیه رفته بود و در چکسلواکی نقش نمایندگی، سخنگویی و دفاع از حقوق مردم کردستان رو در اروپا انجام میداد. ایشون رو دولت ترکیه خواست که دستگیر بکنه، دولت چک، به عنوان تروریست. دولت ترکیه‌ای که اردوغان بمبارون میکنه الان افرین، یک شهر مظلوم و کارگرنشین در مرز به اصطلاح ترکیه در داخل خاک سوریه رو و بیشتر از 1700 زن و بچه رو کشته و حالا میگوید به آقای صالح مسلم تروریست و از پلیس چکسلواکی سابق و چک امروز میخواد که ایشون رو دستگیر کنن و تحویل ترکیه بدن. به ترکیه چه ربطی داره؟ اصلا ایشون اهل سوریه هست، کرد سوریه است، به تو چه مربوطه؟ و ایشون رو در مرحله اول دستگیر میکنن چون گزارش دولتی و سفیر ترکیه دنبال کار بود، ولی بعد در یک دادگاه به اصطلاح با داشتن هیئت منصفه رسیدگی کردن بعد از 3 روز و رأی بر براءت و آزادی صالح مسلم دادن و این رهبر کرد که بیگناهیش ثابت شد که هیچ تروریستی نیست و صرفا یک سخنگوی سیاسی است و افشا کننده حکومت تروریستی و آدمکشی اسلامی اردوغان که هزاران نفران بیگناه در ترکیه به زندان انداخته و هر روز با بمبارون مناطق کردنشین چه در سوریه، چه در عراق و چه در خود ترکیه داره به کردها حمله میکنه و اونا رو بیگناه با بمب و موشک و هواپیما از بین میبره، چرا که اونا خواهان
حق و حقوق قانونی خودشون طبق مصوبات سازمان ملل در رابطه با حق تعیین سرنوشت هستن. این هم از اوضاع ماست در این منطقه که ایمش دیوانه مثل خامنه‌ای و مثل اردوغان امروز شدن رهبرهای کشورهای به این قدرت، جمعیت زیاد و ثروتی که تولید میکنن. همینطوری که در آغاز برنامه من گفتم، یک به اصطلاح پشتیبانی داریم که توسط جبهه دموکراتیک ایران از تظاهرات 14 اسفند به عمل آمده که دوستان من در سایت خبرگر، همکاران من، این نامه پشتیبانی جبهه دموکراتیک ایران رو از تظاهرات 14 اسفند در سایت خبرگر هم منتشر کردن. امید که 14 اسفند یک تظاهرات بزرگ سراسری در ایران تبدیل بشه و گامی به سوی دموکراسی خواهی، آزادی خواهی و پیروزی مردم ایران بتونیم هممون با هم دیگه برداریم. و امیدواریم که این دعوت‌های به حضور از سوی احزاب مختلف و تشکیلات مختلف که همشون دموکراسی خواه، آزادی خواه و مخالف نظام حکومت ولایت فقیه هستن، پاسخ‌های بیشتری رو پیدا کنه و تا آخر این هفته ما بتونیم تظاهرات جانانه‌ای رو داشته باشیم که روی به اصطلاح نظام حکومت ولایت فقیه رو کم بکنه و اینا بدونن که فکر کردن از دیماه در رفتن، در بهمن که گرفتار بودن، اسفند هم که میبینیم پیاپی ضربات آزادی خواهانه مردم ایران داره بر اینها وارد میشود و این شوخی نیست، این اتفاق بزرگیه. من از اتاق فرما میخوام لطف کنن روی سایت خبرگر یه رفرش یا یه ریلود بزنن که اخبار جدیدی هم که اومده الان میاد بالا و این اخبار جدید رو هم با همدیگه نگاه بکنیم. نگاه میکنیم به گزارش و پیامی که رئیس کمیته کنترل امور مالی WFTU که یکی از نهادهای بین‌المللی کارگری هست که در رابطه با علیه استثمار مردم، کارگران، جوانان و مستمری بگیران نیستیم. تا حالا این WFTU که به عنوان یک نهاد کارگری مثلا ظاهراً چپ شناخته شده در دنیا، در این چند سالی که ما زندان بودیم، شکنجه شدیم، یاران ما شکنجه شدن، دوستان ما در زندان ها کشته شدن، صدها کارگر اخراج شدن از کار در ایران و همچنین ماها مجبور شدیم به خاطر این نکشن ما رو از کشورمون برای ادامه مبارزات رو به خارج از کشور بیان و ادامه بدیم مبارزه رو برای آزادی میهن خودمون و بیایم به اصطلاح کشورهای دیگر. حالا ببینیم که اینجا بالاخره یک بیانیه‌ای در حمایت از مستمری بگیران، کارگران و مزد بگیران منتشر داره میشه و امیدواریم که این رشوه هایی که برخی از مقامات خانه کارگر و جمهوری اسلامی به یه همچین نهادی داده بودن دیگه کارساز نشه و این نهاد همینطوری که در رابطه با حمایت از همه کارگرها و مستمری بگیرها به میدان آمده است، بدون ترس از اینکه حق عضویت هاشو مثلا ندن بهش چندقاز رو، بیاد و با شجاعت در کنار مردم ایران، سندیکالیست های ایران، کارگران ایران بایستد و گول این حکومت نظام ولایت فقیه و پولی رو که به اصطلاح رشوه مانند بهش تا حالا دادن نخورد و همینطوری که آمده در کنار مزد بگیران و مستمری بگیران به شکل عمومی ایستاده، با شجاعت نام کشور ایران، کارگران ایران، سندیکالیست های ایران و تمام زندانیان ایران زمین، هم از معلم، کارگر، خبرنگار، روزنامه نگار، دانشجو رو هم در بیانیه های خودش بیاورد و ما ببینیم که یه نهاد جهانی حاضر شده که از یک جنبش بزرگ ملی در یک کشور که بر علیه یک حکومت دیکتاتوری توتالیتر، ضد بشر، مذهبی و دینی، تنگ نظر و آدم کش، غارتگر و اشغالگر بیسته و فریاد ما کارگران رو
یک فریاد جهانی تر در کنار ITF و ITUC و ILO بکنه. ما فکر میکنیم که ممکن هست که این اتفاق بیفته، بایستی که فشارهای زیادتری بر این مثلا نهادهای بین المللی بیاریم که بتونن مدافع حقوق واقعی کارگران ایران، معلمان ایران و زحمتکشان ایران باشن. خبر دیگه ای که داریم در ارتباط هست با موضوع کشته شدن یا خودکشی یکی از کارگران نیشکر هفت‌تپه به نام علی نقدی. علی نقدی یکی از کارگران زحمتکشی هستش که در سایت خبرگر هم الان فیلم و خبرش رو گذاشتن که در تظاهرات های مختلف این چند ماهه ایستادگی میکرد و در کنار دیگر کارگرها و به اصطلاح کارمندها و میستاد و به خصوص با آقای اسماعیل بخشی رابطه نزدیکی داشتن و کشته شدن ایشون به این شکل در نیزار جسد او رو پیدا میکنند کارگرهای دیگه در نیزاری که به طرف همین نیشکر هفت‌تپه و کارخانه نیشکر هفت‌تپه وجود داره و ما فکر میکنیم که میتونن ایشون رو کشته باشن، چون آدم مبارزی بوده، روحیه خودکشی کردن نداشته و همیشه در صف اول مبارزه بر علیه اسد بیگی و دیگر مدیران دزد و غارتگر خودمانی شده سپاهی و حکومتی مثلا نیشکر هفت‌تپه میستاده. برای خبر باعث شد که کارگران نیشکر هفت‌تپه دست به اعتراض بزنن، تجمع کنن جلوی کمپانی نیشکر هفت‌تپه و تظاهرات بزرگی هم در جلوی پزشکان قانونی بره شکل بگیره و خانواده او و بقیه کسانی که در مبارزه وجود دارند در حمایت از دوست عزیز ما علی نقدی که فعلا کشته شده حضور پیدا کنند و این حضور اونها بتونه باعث بشه که حق و حقوق کارگرایی که در منطقه نیشکر هفت‌تپه زیر فشار هستن زنده بشه و خون علی نقدی ها هدر نرود و امیدواریم که نظام ولایت فقیه رو با کمترین هزینه بتونیم برکنارش بکنیم که با برکنار شدن این نظام بیشتر هزینه‌ای که مردم ایران متاسفانه دارن الان بی دلیل می‌پردازن متوقف شه و کشور به راه سازندگی، آزادی‌خواهی، دموکراسی وارد بشه. علاوه بر این خبرهای مهم یک خبر هم داریم که دوباره دنبال می‌کنن دوستان من، بحث مربوط به خودکشی زندانیان که یک چک نویس تکراری هست از سوی جمهوری اسلامی و نظام ولایت فقیه پس از کشتن این انسان شریف، این پروفسور محیط زیست جناب کاووس سید امامی که کشته شدن او باعث شد توجه زیادی از مردم ایران به مسائل زیست محیطی جلب بشه، با شکنجه که ایشون رو کردن و کشتن، جسدش هم به خانوادهش ندادن که پزشکی قانونی ببرن و ببینن علت خودکشی چی بوده و همچنین با دروغایی که حکومتی ها گفتن و اینکه وقتی ایشون رو به زندان بردن تو زندان نه تناب هست نه چیزی از کسی بتونه خودش رو تو سلول انفرادی دار بزنه. من اینکه 6 سال در زندان ها بودم و انواع انفرادی ها و بندهای عمومی رو دیدم میتونم با شهامت بگم امکان چنین خودکشی برای آقای سید امامی وجود نداشته و فقط حکومت است که مسئول قتل او و مسئول کشته شدن او هست و ما گریبان این حکومت رو رها نخواهیم کرد تا پرونده های مثل پرونده زهرای کاظمی، افشین اوسانلو، شاهرخ زمانی، آقای کاووس سید امامی، علیرضا کرمی خیرآبادی، منصور رادپور، حجت زمانی، محسن دگمچی و هزاران زندانی بیگناه و شجاعی که برای دفاع از حقوق مردم، محیط زیست مردم، منابع آبی مردم، حقوق کارگری یا حقوق معلمان و کلن حقوق بشر و حقوق انسانی و ملی مردم ایران به زندان ها رفتن و به خاطر دفاع از همین حقوق حکومت اینها رو کشته، حکومت در زندان ها روزی تمام این پرونده ها باز بشه
مثل پرونده زهرا کاظمی که امروز سندهای بیمارستانی و انواع شکنجه ها و ناخون پای او که کندن و ببخشید قسمتهای زنانه او رو که به این بردن با رفتارهای وحشتناک و سر او که دو جا ضربه مغزی خورده و آبلمبو شده و خون توش جمع شده که ترک برداشه جمجمش و همچنین یک بدن سالمی نداشته، همه جا پارگی و آثار ضرب و شد و کبود شدن 5 روزه تا 1 روزه روش بوده که در این گزارش پزشکی قانونی که یکی از افراد سپاه پاسداران که سرگرد پزشک بوده در بیمارستان خاتم الانبیا از اون بیمارستان و از ایران فرار کرده و با زن و بچهش آمده و تمام اون گزارش های پزشکی رو هم آورده و در اختیار چندین رسانه به اصطلاح قابل اطمینان گذاشته تا روز دادگاهی که شکایت مربوط به جنایت علیه زهرا کاظمی رسیدگی بشه تمام این پرونده و عکس‌ها و مدارک پزشکی و اسناد رو در اون دادگاه ارائه بدهند. اینطوری است که جنایتکاری حکومت معلوم میشه و من امید دارم که جنایت علیه علی نقدی کارگر نیشگر هفت‌تپه، خودکشی دروغین کاووس سید امامی پروفسور حفظ محیط زیست ایران و دیگر پرونده هایی که این چنین کوس رسوایی جمهوری اسلامی رو از بام به زیر انداخته به اصطلاح روشن بشه و این حکومت دیگه نتونه با دروغی های خودش و پرونده سازی های دروغین خودش برای مردم سند سازی بکنه. امید بر این است که جنبش انقلابی و این انقلاب ملی ایران که داره پیش میره و شما میبینید از اول برنامه چقدر خبر از اعتصاب، اعتراض، تجمع، کشتار، درگیری، همه بیانگر بحرانی بودن وضع حکومت هست و امید که هرچه زودتر به دست خود ما مردم ایران براندازی بشود و نظام دموکراتیک رو مستقر کنیم. یک خبر دیگه هم در سایت خبرگر داریم که این خبر هم یک ویدیوی همراهش هست در رابطه با اعتصاب نیروهای شرکت نیکنام صدرای بوشهر برای حقوق برجای 7, 8, 9, 10, 11 الان که 12 با ایدیو پاداش هم 2 برج اون یه برج 3 برج اینم 5 برج 8 برج یعنی کارگران شرکت نیکنام صدرا که زیر مجموعه کشتی سازی و قایق سازی صدرا در شهر بوشهر هست طلبکارن کارگرا. یعنی این حکومت ببینید چه مسخره‌ایه که این مدیران دزد و غارتگر سپاهی و مثلا حکومتیش کارگران تازه بخش فنی این شرکت‌هایی که در صدرای بوشهرن کار تخصصی بیشترشون می‌کنن چون تولید نهایی اونها به طرف کشتی سازی میره. وقتی کارگر صنعتی رو شما 5 ماه بهش عقب بندازی، الان هم که 3 ماه باید بهش بدی حقوقشو و ایدیو پاداششو، با این مدیران دوز و غارتگری هم که پولا رو از شرکت ها خارج میکنن، چه خواهیم کرد واقعا؟ آیا طبقه کارگر ایران بیش از این کشش چنین حکومتی رو داره؟ آیا طبقه کارگر ایران میتونه خودش رو به هم پیوند بزنه و اعتصابات خودش رو چند صد هزار نفره و میلیونی بکنه؟ به نظر ما داره. یکی از راهش هم تشکیل صندوق اعتصاب هست که در سایت خبرگر، اگر که دوست عزیز من در اتاق فرمان لطف کنن سایت خبرگر رو باز کنن، یک قسمتی هستش اون بالای سایت که وسط سایت هست و زرد رنگ روی اون نوشته شده دونیت، که وقتی سایت خبرگر باز میشه و خوانندگان محترم بینندگان میبینن روی اون دونیت رو اشاره که بهش بکنن، یک کلیک اونجا بکنن باز میشه و بعد اون دونیت وسط رو اگر میشه زحمت بکشید کلیک کنید روی دونیتی که اون وسط هست اون بالا تا ببینید چطوری میشه به سایت خبرگر کمک کرد، تا سایت خبرگر هم به تمام جنبش های انقلابی و کارگری و اعتصابات و تشکیل صندوق های اعتصابات در ایران کمک بکنه.
این نوع کمک ها و همیاری هایی که بین تمام به اصطلاح سایت های خبری، تلویزیون های ماهواره ای و مردمی که میتونن هنوز کمکی بکنن که نجات بدیم کشورمون رو از شرایط بد امروزی، در همه جای دنیا مرسوم هست و استقلال نهادها، سایتها، افراد و ارگانها رو حفظ میکنه که با استقلال نظر واقعیتها و حقیقتهای رو که پیدا میکنن بتونن به بقیه هممیهنانشون منتقل بکنن. حالا ما در بحث اعتصاب نیروهای شرکت نیکنام صدرای بوشهر بودیم که این بحث چگونگی کمک ها مطرح شد، چون بایستی صندوق اعتصاب های کارگری در تمام شرکت ها، در تمام استان ها، در تمام شهرستان ها، در بین همه موزبگیران گشوده بشه. صندوق های اعتصاب میتونن که راه حمایت مالی بی ضرر و بدون ترس و لرز رو داوطلبانه برای سندیکالیست ها، برای شورایی ها، برای اعتصابیون، برای اعتراضیون باز بکنه که بتونن یک پشتوانه مالی هم از هممیهنان خودشون در خارج از کشور داشته باشن. اون دونیت خبرگر که نشون دادیم یکی از راه های ارسال کمک برای صندوق های اعتصاب و مبارزین و کادرهای مبارز در کشورهای مختلف از جمله ترکیه و ایران هست که به جنبش انقلابی کمک میکنه تا با دست خود ما مردم، با پول خود ما مردم، گام به گام سازماندهی کنیم، تشکیلات ایجاد کنیم، امکانات به وجود بیاریم تا بتونیم اعتصابات جدا جدا، تظاهرات های جدا جدا رو با حضور کادرهایی که هزینه شون رو صندوق های اعتصاب تأمین میکنه تبدیل به کادرهای حلقه های ارتباط در بین مراکز صنعتی، خدماتی و مراکز اعتراضی و در میدان آمده تبدیل بکنه. این بسیار اهمیت داره که همیاران ما بدونن این کار به دست خود ما میشود و با کمک یاری که خود ما میکنیم. و اینجاست که اگر این کمک ها هرچه بیشتر باشه، بشیل دونیت، شریک شدن، هدیه دادن و سهمیه دادن، کانتریبیوشن اینجا بهش میگن، هر کسی سهم خودش رو بپردازه، دست انقلابیون، دست کارگرا، دست سندیکالیست ها، دست احزاب، دست نیروهای تشکیلاتی باز میشه برای که کارهای تشکیلاتی و تبلیغاتی بیشتری بکنن، اعلامیه بیشتری پخش کنن، پیستولت بخرن، فیلم بخرن برای به اصطلاح شابلون سازی، دستکش بخرن، کلاه نقابدار بخرن و بتونن با پوشش های لازم و با لوازم کافی برای دیوار نویسی، شعار نویسی، صندلی نویسی، اتوبوس نویسی، دیوار نویسی های مختلف در جاهای مختلف شهر، روی تابلوهای راهنمای رانندگی، رنگ کردن تمام چراغ‌های راهنمای رانندگی که معلوم نشه چه رنگی و ترافیک ایجاد شه، از بین بردن دوربین‌هایی که در چهارراه‌ها، در بانک‌ها، در مغازه‌ها، در کاسبی‌ها کار گذاشتن به اون بهانه مردمی که شعار نویسی، دیوار نویسی میکنن و شناسایی میکنن، همه این دوربین ها و همه این چراغ های راهنمای رانندگی و همه امکانات حکومتی رو باید از کار بیاندازیم تا شهر متوقف و ترمز بشه. با بسته شدن چهارراه ها خود به خود شهر در دست مردم قرار میگیره. هر شهر بزرگی که بخوایم اونجا مراکز دولتیش رو فتح کنیم، اول باید خیابونا و چهارراهاش رو با ماشینای خودمون، همه ماشینایی که هممون داریم ببندیم. خب حالا بریم سراغ ویدیویی که در رابطه با اعتصاب نیروهای شرکت نیکنام صدرای بوشهر برای ما فرستادن. اگه اتاق فرمان رو کنم ببینیم با هم. بله، تصاویری دیدیم که از حضور اعتراضی این کارگرانی بود که 5-6 ماه از حقوق نگرفتن و به ناچار مجبورن که اعتراض کنن، اعتصاب کنن. چه کنن اینها؟ آیا دیگه حکومت راهی گذاشته به جز اعتراض و اعتصاب و تسخیر
همین کارخانجاتی که خودشون توش کار میکنن و خودشون اونجاها رو بگیرن و مدیریت بکنن یا نه. من تصورم بر این هستش که بایستی که همه ما این حرکت رو انجام بدیم، در اعتصابات، در تظاهرات، در حمایت‌ها شرکت بکنیم، کارگرها رو پشتیبانی بکنیم، معلم‌ها رو پشتیبانی کنیم، هر کدوم هر شغلی داریم به یاری بقیه اعتصابیون بپبریم و به حمایت از اونها بریم و اونها رو تنها نگذاریم. هر چه جنبش ما قوی تر باشه، نیروهای ما بیشتر باشه، دستمون تو دست هم باشه و نگیم که آقا اون فلان کارخونه به من چه، فلان دانشجو به من چه، این زنان دارن میرن چون میدونم حرفشون رو بگیرن روسریشون رو در بیرن به من چه، خانواده زندانی ها به من. یعنی تا وقتی که ما خودمون رو بخوایم جدا جدا بگیریم و بگیم به من چه و به تو چه و این به من ربطی نداره و به اون ربطی دارد، این حکومت با استفاده از این فکر تفرقه بر ما حکم میراند، ظلم میکند، پولامون رو از تو بانک ها میدوزه میبره، از تو صندوق های اعتباری میدوزه میبره، کار میکنیم مثل همین کارگره که نشونتون دادیم، مزد بهمون نمیدن، اونهایی هم که تازه مزد میدن یه پنجم هزینه زندگی. پس ما نمیتونیم بی تفاوت باشیم، نمیتونیم بگیم من سیاسی نیستم، نمیتونیم بگیم به من ربطی نداره، چون ما رو اینطوری این حکومت بار آورده به این روز افتادیم. از این افکار غلط باید خارج بشیم. همه چیز به همه ما مربوط است. همه ما سیاسی هستیم. سیاست یعنی علم مدیریت جامعه. پس همه ما باید در این مدیریت شریک بشویم که در همه تصمیم گیری ها اثر بگذاریم. چیزایی که به عنوان قانون یه روزی میخواد تصویب شه، نظر ما هم به سود منافع ما در داخل اون تا یه حدی مستتر شده باشه، در نظر گرفته شده باشه. پس ما نمیتونیم بی تفاوت باشیم، مجبوریم که در این اعتراض ها حرکت ها باشیم، چاره ای نداریم. یه خبر دیگه هم در این دقایق آخر برنامه که 5-6 دقیقه دیگه وقت نداریم، از یک شیرزن دلاور خودمون خانم مریم دلباری، فعال مدنی اهل آبادان که به دلیل ارتباط با دراویش به 18 ماه زندان تعزیری و 2 سال تبعید در بوشهر و خدمت در حوزه علمیه زنان محکوم شده اند. امیدوارم اتاق فرمان باز بکنن لینک مربوطه را، عکس این بانوی شجاع ایرانی در شهر آبادان رو همیهنان ما ببینن، که ببینم که وقتی که یک انسان شریفی، جوان خوبی مثل مریم دلباری، متولد 1358 از فعالین ادبی و فرهنگی شهرستان آبادان رو به اتهام ارتباط با دراویش به 18 ماه حبس تعزیری، 2 سال تبعید به بوشهر و خدمت اجباری در حوزه علمیه خواهران و شهرستان محکوم می‌کنه. ببینید خود این اسلام و خود این حکومت میداند که شکنجهگاه هست جایی که حوزه علمی زنان هست. یه این مش زن دیوانه رو میریزن رو سر هم دیگه که داد بزنن و توهین کنن و فوش بدن به هم. یکی از فیلماش هم که در تلگرام خیلی پخش شد، اون خانومه میگفت اینو خفش کنین تا من بیام حرف بزنم، و این خانم اونجا به عنوان مربی آخوند زنان نشسته سر منبر چرت و پرت هایی میگوید که یک زن دیگر از او سوال میکنن، میگوید او را خفه بکنید تا من بیام حرف بزنم. این قانون این حکومتی که حتی منبریاش اینه. حالا در مقابل اون زن شجاع ما مریم دلباری رو داریم که به دلیل دفاع دراویش و ارتباط با اونها حکومت به زندان میاندازه و تبعیدش میکنه. این ضعف و بدبختی حکومت، قدرت حکومت نیست. وقتی حکومتی نتونه حتی تحمل بکنه که یک زنی از این چیزی دفاع کنه یا یه خانومی با 4 تا درویش دوست باشه و درویش که تازه جزء خود شماست، چرا حتی این روز بیفته؟ این ضعف حکومت هست که میترسد از هر انسان مستقل و روشن اندیشی. گزارشی هم داریم از شهر بانه که 4 روز هست که شهر بانه و پیرانشهر در اعتصاب کامل هستند. امید داریم که شهرهای دیگه مثل شهریار که پیوستن به اینها، شهرستان شهریار، شهرهای دیگه هم به پیوندن به
مردم شجاع و بازاریان شجاع پیرانشهر و 4 روز اعتصاب اونها رو پشتیبانی بکنم. این اعتصاب سراسری اگر که بشه اتاق فرمان عکس ها رو بله تا پایین نشون بده، میبینن تمام شهر بسته شده، مغازه ها بسته است، پاساژ ها بسته است. اینو میگن همبستگی مردم دلیر بانه و کردستان که در برابر ظلم حکومت اینچنین میتونن شهر رو تعطیل کنن، بازار رو ببندن، مغازه ها رو ببندن. واقعا حکومت در مقابل یک ملت متحد بلا نسبت چه غلطی میخواد بکنه؟ من تصورم هست که در روزهای آخر عمر این حکومتی، حکومتی که حریف کاسبها نمیشه، حریف زنها و دخترها نمیشه، حریف کارگرها نمیشه، حریف مردم دادخواه نمیشه و چاره ای نداره غیر از اینکه به این مردم تسلیم بشه. حکومت رو با هزینه کم باید به ما تحویل بدید. آقایان حکومت ولایت فقیه، شما چیزی از خودتون باقی نگذاشید جز ویرانی، فقر، فساد، فحشا، قاچاق مواد مخدر و پستی که با خودتون به کشور ما آوردید. آرزو دارم در هفته آینده با خبرهای انقلابی تر، پیروزی های بیشتر و گام بزرگی که از 10 اسفند، 14 اسفند، 17 اسفند و چهارشنبه سوری که روزهای اعتراضی سراسری و بزرگ ما خواهد بود گذر کرده باشیم و حکومت رو بیش از پیش ذلیل و آماده سرنگونی کرده باشیم. با امید اینکه در 14 اسفند همه ایرانی ها به یاد دکتر مصدق به میدان بیایند و فریادهای اعتراض خودشون رو سر بدن، شما هم میهنانم رو به وجدان خودتون، به انسانیت خودتون می سپارم. اتحاد، مبارزه، پیروزی. بدرود.